اگه لباس های مجلسی را آستردار بدوزیم بسیار خوش فرمتر و دارای استایل بهتری هستند. سلام، سریا نادری هستم با آموزش الگو و دوخت و آسترکشی این پیرهن مجلسی زیبا. با من همراه باشید تا آخر ویدیو تا نکات ریز و مهم زیادی در این آموزش دریافت کنید. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم لطفا لایک یادتون نره چون لایک های شما باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه در نتیجه افراد بیشتری از اون استفاده میکنن الگوی مرد نیاز برای تهیه این پیرهن مجلسی یک دونه الگوی بالاتنه جلو یک دونه الگوی بالاتنه پشت تا روی کمر لازم داریم اگه در تهیه الگوی بالاتنه مشکل دارین لینک آموزش تهیه الگوی بالاتنه رو در کامنت ها براتون میذارم روی خط کمر بالاتنه جلو به اندازه فاصله خط وسط بالاتنه جلو تا روی پنس زیر سینه اضافه بکنین. روی سرشانه بالاتنه جلو به اندازه یک تا دو سانتیمتر حلقه گردن بالاتنه جلو رو گشاد بکنین و این دو نقطه را به هم دیگه وصل بکنین. روی خط جدیدی که به دست آوردین باید دو تا پنس لقی بگیرین. این پنس لقیها ها به پنس زیر بغل که یا به نوک سینه باید وصل بشن هر کدوم از این پنسا حدود یک سانتی متر باشن خوبن این کار رو انجام میدین که الگوی چپ و راستیتون روی لباستون لقی نداشته باشه موقعی که این لقی ها را میبندیم به پنس زیر بغل انتقال میدیم در نتیجه پنس زیر بغل بیشتر باز میشه و موقعی که این پنس رو میبندین و پنس زیر سینه رو هم میبندین فضای لازم برای سینه به دست میاد حالا این خط رو مجددن بازسازی بکنین و الگوی بالاتنه جلو آماده شد برای الگوی بالاتنه پشت هم به همان اندازی که حلقه گردن جلو رو گشاد کردین حلقه گردن پشت رو هم در سرشانه گشاد بکنین که سرشانه ها هم اندازه بشه الگوی اولیه دامن را هم تهیه بکنین به هر روشی که بلد هستین باز هم اگر در تهیه الگوی دامن مشکل داشتین لینک تهیه الگوی دامن ساده رو در کامنت ها براتون میذارم این الگو در وسط جلو میره روی دلای بسته پارچه در وسط پشت میره روی دلای باز پارچه خط پهلوها به هم دوخت میخوره و شما میتونین قد این الگوی دامن را به دلخواه خودتون در نظر بگیرید که من تا روی قوزک پا یا تا روی زمین بلندی این دامن را در نظر گرفتم میتونین در خط پهلو اونو فون بکنین کار بعدی الگوها رو میذاریم روی پارچه الگوی پشت دامن که میره روی دلای بازه پارچه جای پنس ها رو رولت بکنین الگوی قسمت جلوی دامن هم که میره روی دلای بسته پارچه بازم جای پنس ها رو و خط پهلوها رو رولت بکنین به وسیله کاربن میتونین اینو رولت بکنین که جای پنس ها روی پارچهتون مشخص باشه بالا تنی پشت میره روی لایه باز پارچه چون در قسمت وسط پشت زیب میخوره بالاتنه جلو هم که مشخصه میره روی دلای باز پارچه پنس ها را بستیم انتقال پنس دادیم و پنس هایی که باید دوخت بخوره را حتما باید رولت بکنین که جای دوخت پنساتون مشخص باشه با استفاده از کاربن خیاطی و رولت حالا همین الگوهایی رو که بروش زدین یه بار دیگه با استفاده از همین الگوها آستر رو بروش بزنین این الگوی بالاتنه پشت بود که من با استفاده از الگویی که قبلا بروش زدم الگوی پشت آستری را هم بروش زدم در برای قسمت جلو هم همین کار رو میکنین همین الگو رو میزارین روی پارچه آستری و با استفاده از همین الگو با آستری را هم برش میزنین و سعی کنین که جای پنس ها را هم حتما رولت کرده باشین. برای دامن هم قسمت جلو و پشت همین کار را انجام بدین و آستری را برش بزنین. البته آستری را تا روی زانو برش بزنین کافیه. برای دوخت اولین کاری که برای دوخت انجام میدین دوخت پنس های بالاتن است. قبلا ما اینا رو رولت کردیم جای رولت ها را سنجاق بزنین و پنس زیر بغل و زیر سینه در قسمت بالاتنه جلو رو دوخت بزنین. حالا این پنس زیر سینه است که من دارم دوخت میزنم پنس زیر بغل را هم باید دوخت بزنین که لقی ها را به اون منتقل کردیم این پنس نسبتاً بزرگتر در اومد و موقع که این دوتا پنس را دوخت میزنیم جای سینه روی پارچه و بالاتنه جلو مشخص میشه اینم پنس زیر بغل و روی آستری هم پنس ها را بگیرین بعد از اینکه پنس های بالاتنه جلو روی آستر و روی پارچه پولکی دوخته شد این دوتا را روی هم دیگه منطبق بکنین و روی خط وسط جلو که همان چپ و راستی بود موقع که منطبق کردین یه دوختی میزنین حالا این دوخت رو برگردانین و اضافه و زاپاس دوخت رو روی پارچه آستری بخوابانین و یه دوختم دقیقا روی همین لبه اضافه دوخت بزنین که موقعی که اتومیک میکنین دیگه کاملا پارچه روی یا همان پولکی روی آستری برگرده حالا خط پهلوها رو روی آستری خط پهلوی بالاتنه جلو و پشت رو روی آستری به همدیگه دوخت بزنین همین کاری که من الان دارم میکنم عین همین کار رو برای بالاتنه جلو و پشت پولکی هم انجام بدین یعنی خط پهلو رو هم در اینجا دوباره دوخت بزنین حالا خطوط دوخته شده در خط پهلو رو قشنگ روی هم که منطبق بکنین این دوتا روی هم منطبق میشن و کامل میشن کار بعدی دوخت حلقه گردن آستری و پولکی در بالاتنه پشت. بعد از اینکه این, این حلقه گردن پشت رو دوخت زدین چون یه مقدار حالت گودی داره چند تا چرت روی زاپاس دوخت که بزنین این حلقه گردن به راحتی برمیگرده و حالت خودش رو پیدا میکنه حتی میتونین زاپاس دوخت رو روی آستری برگردانین و یه دوختی هم اینجا بزنین که کارتون تمیز در بیاد به این ترتیب شد حلقه گردن پشت حالا سرشانه های قسمت جلو و پشت پولکی رو روی هم منطبق بکنین دوخت بزنین و اینو امتداد بدین که سرشانه جلو و پشت آستری هم روی هم منطبق شده و دوخت میخوره با این روش موقع که دوخت تموم شد آستری را که برمیگردانین روی پولکی دیگه دوختی روش مشخص نیست و کار تمیز در میاد. حلقه آستین قسمت جلو و پشت را روی هم منطبق بکنین یه سنجاق دور تا دور اینو سنجاق بزنین و این حلقه رو سردوز بکنین که کارتون تمیز در بیاد. حالا بالاتنه آماده شد قسمت راست و چپ بالاتنه که جلو و پشت رو به هم دوخت زدیم وسط پشت رو فعلا فقط سنجاق بکنیم البته من خط خطهایی رو که دوخت نخوردن حالا همه رو سردوز کردم یعنی رو آستری رو با پارچه پولکی منطبق کردم و سردوز کردم همینطور این قسمت وسط پشت رو هم میبینین که من سردوز کردم و خط کمر بالاتنه را هم سردوز کردم که کار تمیز در بیاد اما حالا که چپ و راستی رو روی هم دارم منطبق می کنم ببینین در خط وسط جلو دوخت نداریم چون اضافاس دوخت را رو برگردوندیم روی آستری و دوخت زدیم حالا که اتو زدیم دیگه دوختی روی این قسمت در حلقه گردن پشت هم نداریم حالا این قسمت چپ و راستی رو که اضافه کرده بودیم روی هم منطبق کنیم یعنی از پنس زیر سینه این دوتا رو فاصله ای دو تا پنس رو روی هم منطبق کنین چپ و راستی به دست میاد بالاتنه به این شکل آماده شد همین سنجاقی که زدین روی قسمت چپ و راستی یه دوختی هم روی این قسمت انجام بدین به فاصله حدودی کمتر از یک سانتیمتر این دوخت از لبه پارچه فقط برای محکمی کار و تمیزی کار این دوخت رو انجام بدین که بعدا زیر موقعی که وصل میکنین روی دامن لیز نخوره این قسمت بالاتنه جلو و پشت آماده شد حالا برای دامن پنس های دامن را هم ابتدا دوخت بزنین اولین کاری که میکنین دوخت کلیه پنس های روی قسمت جلو پشت دامنه در خط پهلو هم اینها را به هم دیگه وصل بکنین خط وسط پشت رو به دلخواه خودون میتونید میتونین وصل بکنین فعلا میتونین اصلا وصلم نکنین من حدود سی سانتی متر مانده به کمر رو جا گذاشتم بقیهش رو دوخت زدم خط پهلوها ها دوخت زدم حالا دامن آماده شده اینم پنس های دوخته شده خط پهلو رو به برگردانین اتو بزنین و به این شکل الگوی دامن را به این شکل دامن را هم آماده بکنید قد دامن هم گفتم به دلخواه خودتونه حالا میخوایم آستر دامن را وصل کنیم همین کاری که برای خود دامن انجام دادین برای آستر هم انجام بدین میتونین پنس های دامن را ندوزیم که دامن یک مقداری آزاد باشه و در خط کمر این دوتا رو پارچه پولکی و پارچه آستری رو به هم منطبق بکنین ابتدا اینا را سنجاق بزنین چون پنس های آستری رو دوخت نزدیم پارچه آستری ما الان بیشتر در اومده میتونین حالت پیلی های کوچیک به جای پنس اینجوری حالت پیلی های کوچک روی پارچه آستری سنجاق بزنین اینها رو به این شکل و در کمر آستری و پارچه پولکی رو دقیقا با هم منطبق بکنید ببینید وسط آستری رو که به دست بیارین وسط پارچه پولکی رو هم که به دست بیارین به هم سنجاق بزنین دیگه بقیه کار با هم منطبق میشه به این شکل دور تا دور کمر رو با هم دیگه منطبق بکنین آستری و پولکی رو و بعد روی این خطی که الان سنجاق زدین همان خط کمر بهتره که یک دوخت ساده بزنین به فاصله نیم سانتی متر از خطی که سردوز کردین روی کمر و یا اصلا سردوز بکنین اینو این دوتا را که روی هم منطبق کردین سردوز بکنین در حال میخوایم که این دوتا قشنگ روی هم منطبق باشن که موقعی که به بالاتنه وصل میکنیم لیز نخوره پارچه حالا اینو یه دوختی بزنین. تا کمر دامن در آستری و پولکی به هم وصل بشه همونطوری که میبینین من در بالاتنه دور تا دور کمر رو سردوس کردم شما میتونین همین کار رو انجام بدین برای تمیزی کار بعد وسط این قسمت چپ و راستی یا وسط الگوی بالاتنه تو یه سنجاق بزنین به همین شکلی که من این کار رو انجام میدم همین کار رو برای دامن هم انجام بدین و سطح جلو دامن را هم پیدا بکنین اونم سنجاق بزنین و این دوتا رو روی هم منطبق بکنین خط زیب رو که روی هم منطبق بکنین طرف دیگه که شد و سطح جلو دامن اینم یه سنجاق بزنین حالا این دوتا را با هم روی بالاتنه و کمر دامن این دوتا را با هم روی هم منطبق که بکنین همونطور که متوجه شدین دور کمر در دامن و در بالاتنه آستر و پولکی به هم سردوس شدن برای تمیزی کار حالا موقعی که من این وسط رو به هم وصل می کنم دیگه مشکلی ندارم که آستر در بالاتنه یا دامن لیز بخوره دور تا دور کمر در بالاتنه و دامن رو قشنگ روی هم منطبق بکنین ابتدا به همین شکل سنجاق بزنین و بعد اینو میذارین زیر چرخ و دوخت میکنین این شد کمر لباس این قسمت رو دوخت میزنیم دامن این لباس یک مقدار آزادی به نسبت کمر روی بالاتنه داشته باشه بهتره ایستای دامنتون خوبتر میشه شما میتونین مدل دامنتون رو حتی تبدیل به مدل دامن ماهی بکنید که من آموزش دامن ماهی رو براتون گذاشتم و لینکش را هم براتون میذارم که اگه خواستین دامن ماهی رو به این بالاتنه وصل کنین الگوشو داشته باشین حالا بالاتنه و و دامن به هم وصل شدن. ببینین الان چپ و راستی کاملا دقیق و تمیز در آمده بدونین که دوختی روی نمای این چپ و راستی ما داشته باشیم. روی روی چپ و راستی ما دوختی نداریم. در قسمت کمر هم به هم وصل شدن و اندازه ها دقیق در اومدن. کار بعدی وصل زیب به قسمت پشت لباس از یک زیب پنجاه سانتیمتری یا نیم متری استفاده بکنین از زیب استفاده بکنین که حالت دوخت مخفی دارن چون این لباس مجلسیه و باید هم از پایی زیب استفاده بکنین و هم زیبتون زیب مخفی باشه ابتدا با سنجاق اینو وصل میکنیم طرف بعدی را هم همچنین حالا پای چرختون رو عوض بکنین از پای زیب استفاده کنین هر مدل پای زیبی که دارین و کار دوخت زیب رو انجام بدین طرف بعدی را هم دوخت بزنین موقعی که از پای زیب استفاده می کنین کار بسیار راحته میتونین از لبه دندانه ها، یعنی فاصله با دندانه های زیب نداشته باشین دوخت رو بزنین موقعی که از پای زیب استفاده میکنین و این کار برای لباس های مجلسی خیلی ضروریه چون لباس های مجلسی زیب نباید روی لباس مشخص باشه کار بعدی دوخت بقیه فضای باز و سطح پشت لباستونه. حدود دو سه سانتی سانتیمتر از دو محل زیبالا بالا برین اینو سنجاق بکنین تا هر جایی که دوختتون بازه. آستر رو من کوتاهتر گرفتم از خود لباس یعنی تا روی زانو من آستر رو گرفتم اینم که پای لباسه تو گذاشتیم و یه دوختی روش زدیم از اینجا که دوخت رو شروع میکنین تا زیر زیب باید این دوخت رو امتداد بدیم فقط نکته مهم و دقیقی که باید اینجا انجام بدین موقعی که به لبه زیب میرسین حدود چند سانتی متر میتونین این دوخت رو امتداد بدین با فاصله حدود یک میلیمتر از زیب یعنی این دوخت میفته پشت زیب و یک میلیمتر فاصله داره با زیب که من حدود دو تا سه سانتیمتر بالاتر اومدم از زیب و دوخت را هم محکم کردم به این ترتیب کار خیلی تمیز در میاد برای تهیه آستین احتیاج به دون الگوی آستین داریم بلندی آستین رو میتونین تا روی آرنج و یا بالاتر از آرنج مثلا 5 سانت مونده به آرنج در نظر بگیرید این به سلیقه خودتون حتی میتونین تر هم در نظر بگیرید بعد اینو به این همون شکلی که من تقسیم بندی کردم اینو تقسیم بندی بکنین خط وسط رو مشخص بکنین و این تقسیم بندی رو به هم وصل کنید آستین رو تقسیم سمت راست و چپ رو هر کدوم تقسیم بر کردم و در قد هم که بستگی به قدش داره دی این تقسیم بندی مثلا قد بلند باشه تقسیم بندی بیشتر میشه قد کوتاه باشه مال آستینتون تقسیم بندی کمتر میشه هر دو طرف را به همین شکلی که من الان دارم خطوط رو میکشم شما هم خطوطش رو بکشین حالا کاری که میکنین خط وسط آستین رو ابتدا بروش میزنین حالت اوازمان ببینین و این خطوط را هم به همین ترتیب همه اوازمانها ها رو به تاج آستینه به این شکل کلیه این اوازمانها ها رو ایجاد می کنید حالا این الگوی آستین رو روی پارچه می زاریم و اوازمانها ها رو باز می کنیم مثلا اگه 4 سانتی متر هر کدوم از اوازمانها ها رو در نظر گرفتیم این وسطی رو باید 8 سانتی متر در نظر بگیریم قد آستین رو اینجا مشخص بکنید در این وسط در تاج آستین من یک مقدار تاج آستین رو بلندتر در نظر گرفتم چون میخوام یک مقدار خورد بخوره آستین ببینین این قسمت که زیر بازو قرار میگیره دوخت میخوره به هم اون قسمت هم که مچ آستین بود و این خط مستقیمی هم که الان نشون دادم بهتون روی بازو آویزان میشه بعد از همین بروشی که زدین روی پولکی همین رو بذارین روی آستر برای آستر هم دو تا بروش بزنین و موقع دوخت قسمتی که روی بازو آویزان میشه را ابتدا این قسمت را دوخت میزنیم همین کاری که الان من دارم براتون انجام میدم اینو که دوخت بزنین بعد دوخت رو برمیگردانین اضافه دوخت رو روی آستری منطبق میکنین و یه دوختم از لبه روی این قسمت که بزنین دیگه این موقع که برمیگرده دوخت تمیزی به دست میاد و هیچ مشکلی نداره حالا پارچه آستری رو روی پارچه اصلی که بر میگردانین در قسمت تاج آستین و اون قسمتی که اوازمان خود در قسمت تاج آستین اینها رو سنجاق بکنین و دور تا دور این قسمت رو دوباره یک خط مستقیم دوخت بزنین یا سردوز بکنین که آستر و پارچه پولکیتون قشنگ روی هم منطبق بشه و موقعی که وصل میکنین به هم دیگه دیگه پارچه و آستری روی هم لیز نخورن زیر دست آستین رو که خط دوخت زیر دسته روی هم منطبق بکنین و این قسمت رو هم دوخت بزنین که این دوتا به هم وصل بشه و آستین به این شکل ببینین الان آستین به دست اومد این خط زیر بازوی آستینه که من دارم دوخت میزنم اینو که دوخت بزنین دوختی که فقط حلقه آستینه ببینین این حلقه آستین فقط موند و الان آستین کلن آماده شد این حلقه آستین مشخصه حلقه آستین بالاتنه هم مشخصه از سرشانه و سطح آستین رو علامت بزنین روی خط دوخت سرشانه اینو منطبق بکنین قبلا هم حلقه آستین بالاتنه و هم خود این حلقه آستین رو سردوز کردیم که منطبق باشن روی هم در خط پهلو هم خط زیر بازو و خط پهلو رو به هم منطبق بکنید و دوخت آستین رو انجام بدین. در چند جای دیگه میتونید اینو سنجاق بزنید که کارتون تمیز در بیاد. حالا اینو میذاریم زیر چرخ دور تا دور این حلقه آستین رو که دوخت بزنیم آستین به بالاتنه وصل میشه. کار بعدی تهیه مچ آستینه که میتونین هم از پارچه نصفش رو از پارچه آستری و نصفش از پارچه پولکی در نظر بگیرین یا میل سلیقه خودتون همه را از پارچه پولکی ولی من این کار کردم نصفشو از آستری و نصفشو از پارچه پولکی که پارچه پولکی روی پوست رو اذیت نکنه مچو که تهیه کردین حالا باید موچو به قسمت مچ آستین وصل بکنید. یک سانتی متر از دو طرف اضافه داشته باشه مچتون پهناش به سلیقه خودتون میتونین سه تا پنج سانتی متر پهناش رو در نظر بگیرید مچو یک سانتی متر اضافه از طرفین براش میذاریم به خاطر اینکه موقعی که میخوایم روی همان منطبق بکنیم این یک سانتی متر اضافه برای ما کار انتباق خوبتر انجام بده یه دوختی بزنین روی این قسمت پارچه آستری مچ رو برمیگردانیم و دوباره یه دوخت میزنیم که مچ تکمیل بشه ابتدا اونو سنجاق بزنین که کارتون تمیزتر در بیاد ببینین این همون یک سانتیه که گفتم اضافه برای مچ گذاشتم این یک سانت ها رو که روی همون طبق بکنین اینجا این دوتا را به هم وصل میکنید من یک پاپیون روی این قسمت گذاشتم شما به سلیقه خودتون میتونید این قسمت رو تزئین بکنید اینم آستین لباس که آماده شد لباس نهایی من روی قسمت چپ و راستی چند تا سنگ تزئینی گذاشتم شما به سلیقه خودتون میتونید این قسمت رو تزیین بکنین یا بذارین همین ساده باشه اینم که وسط پشت زیب خورده تا روی باسن قد دامن تا روی زمینه خط پهلو رو میتونین یا فون بکنین یا به حالت دامن ماهی اینو در بیارین من لینک آموزش دامن ماهی را هم براتون میذارم و به این ترتیب لباس آماده شد سردست لباس رو هم یه پاپیون گذاشتم و یه دونه سنگ تزئینی روی پاپیون گذاشتم و اینو وصل کردم به اون دو تا سانتی یک سانتیمتری که اضافه گذاشتیم ببینین به این ترتیب آستین به دست اومد